بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقه، کندوکاوی در حقوق، حق ابطال. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 18. حق آزادی. خداوند انسانها را صاحب اختیار نمود و در اعمالشان آزاد نهاد تا خیر را از شر و حق را از باطل جدا سازد. حضرت فاطمه سلام الله علیها. به لحاظی می توان گفت که در فرهنگ عامه بشری حقی جز حق آزادی فردی وجود ندارد، تا آنجا که حق عین آزادی می نماید و حق آزادی به مثابه محور همه حقوق. از این لحاظ آزادی تماماً آزادی عمل است که همه غرایز بشری را گویی که برآورده می سازد. حتی غریزه گرسنگی را هم می توان به واسطه آزادی دزدی یا آزادی روسپیگری و زورگویی و امثالهم برآورده ساخت بدون هیچ کار و تلاش دیگری. اگر هر عملی کاملاً از چشم دیگران و حکومتها آزاد و موجه باشد و مشکلی پدید نیاورد، این همان آزادی کامل است که گویی همه حقوق فردی را ادا می کند و هر کسی به همه حقش نائل می آید. و درست به همین دلیل است که همواره و خاص امروزه که دامنه تمنای غرایز به طور روزافزونی توسعه می یابد، آزادی در محور همه شعارهای بشر قرار دارد. این آزادی یعنی آزادی عمل، چیزی جز اقتدار تمام عیار و بی پایان نفس بشری و سلطه مطلقه غرایزش را جستجو نمی کند. آزادی عمل بی هیچ قید و شرطی. ولی این آزادی از جانب جامعه و حکومت ها فقط شرط لازم آزادی مطلقه نفس را فراهم می سازد، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی همانا امکانات مادی ارضای امیال نفسانی است که جز به واسطه دانش فنی و صنعت و تکنولوژی نو به نو ممکن نمی شود. و از این روست که تکنولوژی به مثابه غایت این آزادی و کعبه امیالش معنا می یابد. این است که آزادی و لیبرالیزم عین تکنولوژیسم است. و اصلا به واسطه یه قدرت بی قید و شرطی که در ذات رشد تکنولوژیکی قرار دارد، حکومت ها هم مجبور می شوند مستمرن به شهروندها آزادی بی قید و شرطی را گام به گام اعطا نمایند و سنت ها و قوانین را مستمرن در هم بشکنند و قوانین جزایی را حد اکثر در حد جرائم مالی تخفیف دهند، تا هم خودشان و هم مردم امکان ادامه بقا داشته باشند. پس به وضوح می‌بینیم که لیبرالیسم و دموکراسی و نیز حتی سوسیالیسم معلول جبری تکنولوژی هستند که در حکومت‌ها تحمیل شدند، و از اینجا می‌توان تضاد درونی چنین جبری را در دل جوامع و حکومت‌ها درک کرد که تا چه حدی و چرا آزادی‌های عملی داده شده از جانب حکومت‌ها به مردم با ماهیت ذاتی حکومت‌ها در تضاد است. ولذا پیدایش فاشیسم و دیکتاتوری نامرئی‌تر و مخوف‌تر و پیچیده‌تری را به طور فزاینده‌ای در اعماق تشکیلات حکومتی موجب شده است. که تکنولوژی سرکوب و مهار را با تکنولوژی ارتباطات در تضادی آشتی ناپذیر قرار می‌دهد و موجب پیدایش آزادی ضد آزادی می شود، که نهایتاً به سوی تکنولوژی ضد تکنولوژی می رود و این همان خودبراندازی جبری است. و این نیز واضح است که تکنولوژی معلول بیواسطه آزادی خواهی نفس بشر در ارضای غرایز گوناگونش می باشد. یعنی تکنولوژی بستر و امکان تحقق بی پایان آزادی عمل و جولان بی پایان غرایز می باشد که به سوی اسارت و جنون نفس و غرایز می رود و باز هم آزادی ضد آزادی را آشکار می سازد. یعنی انسان در دام آزادی می افتد و
و این چاهی بی پایان است و در واقع از ازل هم جز این دام و اسارتی برای بشر وجود نداشته است و پیامبران در واقع ناجیان بشر از این دام ذاتی بودند که بشر را به دربند کشیدن امیال نفسانی دعوت کردند و بدین لحاظ مذهب ذاتاً ضد آزادی عمل است و لذا نمیتواند حامی تکنولوژی باشد و تکنولوژی را به اکراه و نقد و نفی مینگرد. انسان به میزانی که در عمل آزاد می شود و آزادی عمل بیشتر و متنوعتری را تجربه می کند و به میزانی که به کام امیال نفسانی خود می رسد یا خودآگاه‌تر و هوشیارتر می شود و میل به رهایی از تمامیت نفس خود در وی پدید می آید که همان میل به رهایی از آزادی عمل است و رهایی از تکنولوژی و مدرنیت، و یا دیوانه تر و اسیرتر شده و در نسیان و رخوت و پوچی خود غرق می شود و در این جنون مبدل به جانی خطرناکی می گردد که تا به امروز آن وجه دوم غالب بوده است. یعنی میل به آزادی عمل می تواند مقدمه دیالکتیکی برای رسیدن به اراده رهایی از آزادی عمل باشد و رهایی از تمامیت من و مسلط شدن بر من و صاحب من شدن و من فرضی را به واسطه این رهایی خلق کردن، و یا می تواند موجب تباهی من گردد که این همان نابودی انسانیت انسان است و عموماً این نوع دوم رخ داده و می دهد. آنچه که رشد انسانی نامیده می شود سنتزی برآمده از رابطه دیالکتیکی بین آزادی و خیشتنداری است که قوانین این رابطه در شریعت پیامبران خدا بیان شده است که حد وسط بین آزادی محض و خیشتنداری محض را نشان می دهد. و بیهوده نیست که اسلام به عنوان جوهره مذاهب الهی به مثابه دین وسط است و امت وسطا به همین معناست. رهبانیت محض و ریاضت در یک سو و لیبرالیزم در سوی دیگر قرار دارد و همواره این دو در رابطه دیالکتیکی بودند و در این حال از بطن یک دیگر سر برآوردند و حاصل گریز از آن حد وسط می باشند که به صورت افراط و تفرید خودنمایی می کنند. کسانی که در اوج عیاشی به ریاضت می گرایند و یا بالعکس کم نیستند. ولی یافتن این حد وسط و ماندن بر روی این حد البته کار بس عظیمی است که گاه ناممکن می نماید و فقط انگشت شمارانی در این امر موفق بودند و واضح است که این حد وسط یک حد کمی و کیلویی نیست و بلکه یک حد معرفتی است که در عرصه معرفت نفس کشف می شود و مقام باطنی است و نه میزانی مادی مصرفی. قاعده و جدولی که در آن بیان شود که اصلاً چه چیزها و کارهایی به کلی ممنوع است و یا به کلی جایز و واجب است و یا این که از هر چیزی به چه مقداری باید مصرف شود و در هر کاری تا کجا بایستی پیش رفت مطلقاً وجود ندارد و ممکن نیست و مشکلی را حل نمی کند. اگر در دورانهای قدیم چون این قوانین و جدولهایی به طور موقتی می توانست انسانها را در حد تعادل نگاه دارد، امروز مطلقاً عمل نمی کند و فقط شرایط و اوضاع روانی پیرامون آنها را پیچیده تر نموده و آنها را دیوانه تر و منافق تر می سازد. ظهور و تجربه نظامهایی مثل جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و امثال طالبان این حقیقت را اثبات کرده است و رهبران این نظام ها نیز بر این حقیقت واقف شده اند و تلاش آنها در ابقای آنچه که دین و شریعت نامیده می شود آگاهانه فقط تلاش برای ابقای حاکمیت خودشان است. درک این حقیقت که تاریخ تمدن چیزی جز تاریخ آزادی خواهی نفس بشری نیست و این قانون همچون یک جبر یا سرنوشت محتوم بر جوامع در کل تاریخ حکم رانده است و
و کل بشریت را در تکنولوژی غرق می کند و از میان می برد و در قبال نابودی هر قوم یا تمدنی فقط انگشت شماری بیدار شده و خود را نجات می دهند و به قلمرو پست مدرن می رسانند که به لحاظی همچون رجعت به عصر حجر است، انسان اهل معرفت را فقط به سکوت می کشاند و تماشای محض و بی نظرانه. اگر اراده به آزادی نفس که همان اراده به ظهور نفس و همان اراده به ظهور اراده است نمی بود، تمدن و تکنولوژی رخ نمی داد و لذا دین و نبوت و شریعت و مسئله نجات و رستگاری پدید نمی آمد. زیرا دین یعنی راه نجات از اسارت این اراده مذکور است. و در هر مرحله و درجه ای از تمدن و تکنولوژی، شریعت و نبوت هم تحول یافته است. و هرچه که قدرت مدنیت به واسطه قدرت و جاذبه و تلسم تکنولوژی بیشتر شده است و آزادی خواهی نفس شدید تر و انانگسیخته تر شده است، دین هم از مرحله احکام و فقه و شریعت اجرایی به مرحله محبت و عشق محض رسیده است که با ظهور مسیح این سرآغاز واضح و مبرهن گردیده و با ظهور محمد تکمیل و ختم شد و جز عشق و اطاعت محض از امام که محصول عشق است، راهی برای نجات از اسارت آزادی باقی نماند. یعنی از دین فقط عشق که هسته مرکزی دین است باقی ماند و پوستش پوسید و از آن جدا شد و قدرت عشق در مقابل قدرت اراده قرار گرفت. زیرا عشق همان بی ارادگی محض در رابطه با امام است. زیرا در چنین عشقی نفس اطاعت کننده به چنان آزادی در ذات خودش می رسد که از آزادی عمل و بروز نفس بی نیاز می شود. یعنی آزادی باطن تنها راه رهایی از آزادی در بیرون است و این تنها راه نجات از اسارت تکنولوژی است و راه خروج از مدنیت و پانهادن به عرصه پست مدر. زیرا مدرنیزم حتی به لحاظ لغت به معنای تجسم بخشیدن به تمامیت نفس و اراده است، یعنی آزادی مطلق. پس واضح است که نبوت و شریعت و دین دقیقاً بر علیه آزادی نفس و مدنیت و فناوری پدید آمده و ذاتاً محصول تباه شدگی انسان در آزادی نفس خیشتن است که انسان را از این هلاکت برهاند. که نهایتاً دعوت به بی ارادگی محض در مقابل امام به عنوان تنها راه نجات از مکتب اصالت اراده پدید آمده است. یعنی اطاعت محض و بیچون چرا و عاشقانه از مرد حق دقیقاً در نقطه مقابل اطاعت از اراده خیشتن است که عملاً به اطاعت بیچون و چرا از تکنولوژی رسیده است. پس اطاعت عاشقانه و بیچون و چرا از مرد حق تنها راه نجات از اسارت و اطاعت جنون‌آمیز و بیچون و چرا از تکنولوژی است. در اینجا امام و تکنولوژی در نقطه مقابل یکدیگرند و در تضادی آشتی ناپذیر قرار دارند و بشریت بین این دو مخیر است. اطاعت از امام یا اطاعت از تکنولوژی. اطاعت اول آزادی روح می آورد و اطاعت دوم انهدام روح. تکنولوژی همان دجال است که در نقطه مقابل ناجی قرار دارد. پس امام و یک ربات بیولوژیکی کامل دو قطب بشریت هستند که بشریت را دعوت به اطاعت محض می کنند و بدین ترتیب خیر و شر و حق و باطل از هم تفکیک می شوند که امام به مثابه خیر و حق انسان است و ربات هم مظهر شر و بطالت انسان است و بشریت آزاد است که بین این دو انتخاب کند، بین انسانی که مظهر روح است و انسانی که مظهر بیروحی کامل است، انسان خدایگونه و انسان شیطانگونه، کسی که تو را آزاد می کند و کسی که تو را به اسارت خود می کشد. این دو اطاعت در مفهوم نهایی همان اطاعت از خدا
و اطاعت از شیطان است. و اما حقیقت دیگر این است که هر اطاعتی ذاتاً اطاعت بیچون و چراست و نیز هر عدم اطاعتی. آنچه که چون و چرا نامیده می شود فقط و فقط توجیه و تقدیس اطاعت کردن یا اطاعت نکردن از کس یا چیزی است. زیرا هر اطاعت یا طغیانی نسبت به دلایل و براهن نیست، بلکه نسبت به امر است و هر امری ذاتاً بیچون و چراست. همانطور که کارخانه امر غرایز نفسانی بشر است که بی هیچ دلیل و حکمت و حجتی به صاحبش امر می کند و او را برای ارضای آن امیال به تلاش وامی دارد و همه چون و چراها برای موجه و درست جلوه دادن این تلاش است و یا عدم تلاش. وقتی انسانی می خواهد که به خواسته ای از نفس خود لباس عمل بپوشاند، به دلایل فنی متوسل می شود. و آنگاه که نمی خواهد، باز هم بر اساس جنبه دیگری از نفس خود به خواسته ای از نفس خود پاسخ گوید، به دلایل اخلاقی و دینی متوسل می شود. و در این نوع دوم است که مذهب نفاق پدید می آید، مذهب ضد مذهب. و به همین دلیل حق اخلاق دینی جز در اطاعت بیچون و چرا از رسول و مرد حق ممکن نمی شود و تمام اطاعتهای دینی که بی امام باشد فقط فرد را منافق می سازد، یعنی کافرتر می کند و هوسبازتر و پیچیده تر. یعنی آنگاه که انسان در آن واحد دو خواهش نفسانی پیدا می کند و مجبور می شود که از یکی به نفع دیگری علل حساب بگذرد، دین را بهترین وسیله برای درست جلوه دادن نفس پرستی خود می‌یابد و نطفه نفاق را می‌کارد. در اینجا بهتر می‌توان حق کلام پیامبر اسلام را درک کرد که بی امام کافر است و کل تمدن و اصالت تکنولوژی و لیبرالیزم های رنگارنگ شرقی و غربی و سوسیالیستی و امپریالیستی و اسلامی و مسیحی و امثال هم محصول این نفاق است. مثلا آنجا که غرور فرد در نقطه مقابل نیاز جنسی یا مالیش قرار می گیرد، فرد به عشق نمایی و چاپلوسی و تواضع پناه می برد و دم از عرفان و ایثار و خدا می زند. و یا آنگاه که دنیا پرستی و ریاست طلبی فرد در اشد خودش ناکام می شود، فرد به ناگاه کمونیست و انقلابی می گردد. اینها هم مذاهب نفاق است. و یا به میزانی که فرد مدعی عشق رسوا می شود، به فن و دانش و هنر متوسل می گردد و بدین گونه است که اطاعت از علوم فنی و تکنولوژی و هنرها و دموکراسی ها و صاحبان این قدرت ها ذاتاً اطاعتی بیچون و چرا می شود، زیرا برخواسته از اطاعت بیچون و چرا از امیال نفس خیشتن است. چون و چرایی ساختن این اطاعتهای بیچون و چرا فقط و فقط در جهت برحق جلوه دادن آن است. کافران می گویند ما از رسولان اطاعت نمی کنیم، بلکه از هر آنچه که به خودمان وحی می شود اطاعت می کنیم. قرآن. بدین ترتیب کافران هم بالاخره هوای نفس خود را وحی الهی می نامند که امروز عشق نامیده می شود، که این واژه عشق دقیقاً به مثابه آخرین تلاش برای برحق جلوه دادن انان گسیختگی نفس تا سرحد جنون است. این واژه نقابی بر روی جنون می باشد و در حکم چرای جنون است. چون این توجیهاتی در محافل به اصطلاح درویشی و هیپیگری هم شدیداً رایج است که سرلوحه دروغین تمدن غرب هم می باشد که با ساختن معجونی از عشق و آزادی دست به هر خیانتی در جهان می زند. در اینجا عشق دقیقاً همان عشق به آزادی نفس است و بس. پس حق آزادی در عدم آزادی پدید می آید، منتها آن نوع عدم آزادی و آن نوع اطاعت محض و بیچون و چرایی که انسان آن را آزادی کامل و با انتخاب قلبی برگزیده باشد بی هیچ اکراه و حساب و کتابی. و این انتخابی ذهنی نیست،
چرا که ذهن جز چون و چرا را درک نمی کند و کاری جز چون و چرا ندارد. پس بایستی عشق در میان باشد و انسان به کسی دل داده باشد به تمام و کمال. این عشق منشأ ذاتی و طبیعی اطاعت بیچون و چراست که فرد را باطنن رها و آزاد می سازد و همه درگیری ها و تناقضات و اسارت هایش را با جهان بیرون از میان بر می دارد. و چون این عشقی هم اگر بخواهد پدید آید جز نسبت به یک انسان پست مدرن پدید نمی تواند آمد. آسه در عصر مدرنیزم همه جانبه و فزاینده که هر کالای جدیدی به مثابه یک معشوقه جدیدی از بشر دل ربایی می کند و هر روز و ساعتی معشوقه جدیدی به بازار می آید. بوت جدیدی، ماشین جدیدی و مصرف جدیدی. یعنی عشق انسان دیروز برای نجات انسان امروز کفایت نمی کند، زیرا دل ربایی تکنولوژی به طور روزافزونی در حال رشد است و بر تلسم و افزونش افزوده می شود تا آنجا که غریزی ترین عواطف بشری یعنی عاطفه مادر فرزندی را نیز به پای خودش قربانی می کند و حتی عاطفه جنسی را. در چنین عرصه‌ای عاطفه مادر فرزندی آخرین دژی است که در قبال عاطفه تکنولوژی مقاومت می کند و این مقاومت موجب می شود که این عاطفه مادر فرزندی به تدریج مبدل به مالی خولیایی هولناک از پرستش مادر نسبت به فرزند شود و اخاذی و بهره‌کشی تکنولوژیکی فرزند نسبت به مادر. یعنی فرزند هم این عاطفه مالی خولیایی مادرش را فقط به قیمت خدمات تکنولوژیکی که از مادرش دریافت می کند تحمل می کند. ولذا این تحمل عمر بس کوتاه دارد و به ناگاه این دژ در هم می شکند و این رابطه منهدم می گردد و مادر و فرزند هر یک به تنهایی در عین نفرت از یکدیگر تسلیم تکنولوژی می شوند. زن و شوهر نیز به همین گونه اند و هر نوع رابطه دیگری. یعنی در هر رابطه و جمعی که یک بوت تکنولوژیکی وارد می شود منهدم کننده دل و دین و معرفت است و تا همه افراد آن جمع را به اطاعت بیچون و چرای از خود نکشاند رسالت خود را به انجام نرسانیده است و آنگاه که به انجام رسانید آن جمع را متلاشی می سازد و از همدیگر به غایت انزجار می کشاند. تکنولوژی ضد عشق و عطوفت بین انسان هاست و جز نابود ساختن روابط بین انسان ها رسالت دیگری ندارد. یعنی انسان ها را به تنهایی مطلق می کشاند و در این تنهایی جبری دیوانه و رنجور می سازد و در بیمارستان ها و تیمارستان ها دوباره با هم محشور می نماید. یعنی همان چیزی که مدنیت و جمعیت را پدید آورد آن را نابود می سازد. یعنی اینکه انسان شیطانی جز آزادی خواهی نفس ندارد و همه این نابود شوندگی ها از محصولات این شیطان است. آن که منطقش دلم می خواهد است شیطان زده است و در اسارت شیطان. این شیطان است که می گوید دلم می خواهد و این عشق شیطانی است. بین امام و تکنولوژی حد وسطی وجود ندارد و اگر هم داشته باشد همان قلم رو به نفاق است که جهان برزخ و غیر واقع است که تار و پودش از توهم و فریب و جنون می باشد. مخلوطی بین امام و تکنولوژی مولد همان پدیده هایی بوده که تمدن‌های بزرگ نامیده شدند که کارخانه اشد ستمها و فریبکاری های تاریخ بودند که تمدن بنی عباس از مشهورترین آن در جهان اسلام بوده است. تمدن غرب نیز مولود معجونی از مسیح و ماشین است. پس مکتب اصالت آزادی نفس فقط و فقط با به خدمت گرفتن فریبکارانه دین و معرفت و عشق است که می تواند بی قید و شرط بتازد و دست به هر کاری بزند و هر جنون جنایتی را ممکن سازد، در حالی که در حال سقوط آزاد به درک اسفل السافلین است، بوس انالحق بزند.
و در حالی که مبدل به دیوی آشکار شده است احساس خدایی نماید و این همان دجالیت است. می خواهم. خود دلیل خودش می باشد و از هر دلیل علمی و دینی و عاطفی بی نیاز است، ولی آنگاه که به چنین چون و چرایی نیازمند شد دیگر در آستانه جنون و جنایت قرار دارد و می رود تا صاحبش را نابود سازد و مبدل به یک دیو نماید، دیوی مسخ شده و در هزاران غل و زنجیر، دیوی برده و بی اراده که کمترین آزادی عمل را هم از دست داده است و خود مبدل به یک ماشین دیوانه شده است، یک ربات بیولوژیکی و رنجور. این است عاقبت آزادی عمل.